یکی از مهمترین اهداف و برنامه‌هامون این بود که قانون وزارتخونه رو بعد از اینکه این وزارتخونه از ادغام دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تأسیس شده بود در 1389 و قرار بود ظرف 6 ماه قانون جدید نوشته بشه و بعد از سال 50 که آخرین قانون ورزش نوشته شد اهداف و اختیارات به روز رسانی بشه و مجدداً اساس و پایه حرکت و کار و برنامه چه قرار بگیره، خب این نشده بود. یعنی به دلایل مختلف حالا چرا نشده بود فعلا تو حوصله ما نیست. ما از همون ابتدای دوره کاریمون، دوره خدمتگزاریمون کارو شروع کردیم. بلافاصله قانون رو با کمک صاحب نظران، دستاندرکاران تهیه کردیم، پیشنویسش رو بردیم در دولت. در دولت هم ظرف چند ماه، ظرف 4-5 ماه فکر میکنم تصویب شد و در سال 96 ما به مجلس فرستادیم، پایان ماهای پایانی 96. خیلی تو مجلس گذشته این موند و طول کشید. البته حالا چون مصوبات مجلس باید میرفت شورای نگهبان، یکی دو بارم مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان نه ایرادایی گرفتن برگشت. بالاخره ما حدود 4 ماه قبل موفق شدیم که این مصوبه رو از مجلس با تایید شورای نگهبان بگیریم و این اتفاق بزرگی بود که ورزش کشور بعد از 49 سال صاحب یک قانون جدید و قطعی شد. در مورد فوتبال، اتفاقاتی که تو فوتبال تو چند سال گذشته افتاده تو سطح ملی اتفاقات خیلی خوبی بوده. تو هر دوره 4 ساله شما اگر مقایسه بکنید شاید به این جنبندی برسید اتفاقات خوبی که توی این مدت افتاده، به ویژه در ارتباط با اساسنامه، در هیچ دوره ای نیفتاده. 5 دوره رفتیم جام جهانی. تو این 5 دوره تو 4 دورش خود شما میدونید که با اما و اگر و دقیقه پلی آف و دقیقه 90 و گل زده در خانه حریف و اینا رفتیم. اولین باری که در فاصله 2 هفته مونده به پایان بازی‌های مقدماتی ما صعودمون قطعی شده بود در سال 2017 بود که ما وقتی که اینجا ازبکستان رو بردیم دیگه صعودمون قطعی شده بود، در حالی که 2 هفته مونده بود. بنابراین یه صعود افتخارآمیز و بی‌دردسر داشتیم. خب تدارکات خوبی شد، امکانات خوبی فراهم شد، رفتیم جام جهانی. تو گروه مرگ بهترین نتیجه رو تو 5 دوره جام جهانی گرفتیم و می توانستیم هم پرتغال رو شکست بدیم هم می توانستیم به اسپانیا هم نبازیم. به گونه ای بچه ها اونجا بازی کردن که حتی به اسپانیا که باختیم مقام معظم رهبری پیام تبریک فرستادن. یعنی من خودم این پیام رو از طریق دفتر ایشون دریافت کردم و خودم فرستادم که ایشون گفتن من تلاش شما رو دیدم، خدا قوت، خسته نباشید. اومدیم چند ما بعد رفتیم جام ملت‌های آسیا. جام ملت‌های آسیا هم شما میدونید 14 سال بود ما به نیمه نهایی نرسیده بودیم. بعد 14 سال به نیمه نهایی رسیدیم و اگر اون اشتباه رو گل اول مرتکب نمی‌شدیم گل نمی‌خوردیم و حتما اگر ما می‌رفتیم فینال ما قطر رو شکست می‌دادیم. تو لیگ قهرمانان آسیا تو این 4 سال گذشته به هر حال باشگاه ما نتیجه خوبی گرفتن. تیم پرسپولیسمون 2 بار به فینال رسیده، استقلال هم به 1/4 صعود کرده، باشگاه دیگه‌مون هم خوب بودن. نهایتاً تو فوتسال و حالا خیلی ریز نشیم، فوتسال و فوتبال ساحلی و فوتبال بانوان و اینا ما کارنامه‌مون کارنامه خوبی بوده. حالا اینکه رو فوتبال مثلا پای کمک نکردی، کار نکردیم، اینکه نمیدونم رو سازماندهی باشگاه‌ها کار نکردیم، رو درآمدزایی تو فدراسیون کار نشده، اینا اونا بماند. ولی کلاً از جهت اینکه ما صعود عزتمندانه‌ای داشتیم، نتایج جام جهانیمون خوب بود، باشگاه‌مون هم خوب بود، اومدیم رسیدیم به این داستان اساسنامه و انتخابات. اساسنامه به نظر من در ادامه این موفقیت‌ها، این تصویبش توی کش و قوس 1 ساله بعد از 13-14 سال که ما بلا تکلیف واقعا بودیم، میگه که باید بدونن مردم، میدونن همشون که
ما بالاخره همواره اساسنامه تایید نشده رو داشتیم که مبنای کارمون بود. در واقع دو تا انتخابات برگزار شده بود ولی بالاخره فیفا همیشه روش مشکل داشت. اینجا هم خیلی فیفا پاشو کرده بود توی کفش، سخت گرفته بود و شاید اون فشاری که به خیلی از کشورهای منطقه نمی آورد که ملاحظات شده در نظر بگیرن، این فشار رو ما آورد. ولی خب به هر حال یه سری هم از داخل متاسفانه خط میدادن و فیفا رو حساس میکردن، AFC رو حساس میکردن که به هر حال اونام در جای خودش نکات قابل تأملیه. ما به هر حال بعد از این کش و قوسا و اون حساسیت ها و سختگیری ها با یه مقدار تعدیل هایی که انجام دادیم موفق شدیم که بالاخره تاییدیه فیفا رو برای این اساسنامه بگیریم. حالا ما امیدوار هستیم که تو فرایند انتخابات با توجه به بررسی‌هایی که انجام خواهد شد در مورد صلاحیت افراد، انشاءالله به امید خدا یه انتخابات خیلی خوب، آزاد و کاملا دموکراتیک داشته باشیم. من همینجا از طریق رسانه شما اعلام می‌کنم وزارت ورزش تو این انتخابات کاملا بی‌طرفه و هر کاندیدایی اگر میره از طرف ما این ور اون ور تو محافل خصوصی عمومی اعلام میکنه، من شدیداً تکذیب میکنم. ما رو هیچ کاندیدایی نظر خاص نداریم و انشالله فکر میکنیم که هر کسی صلاحیتش تو مراحل مختلف بررسی صلاحیت ها تایید بشه دارای صلاحیت هست و کاملا ما بی‌طرف هستیم. فدراسیون فوتبال مثل بقیه فدراسیون‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی که به هر حال استقلال هم داره ملزم به رعایت همه قوانین و مقررات داخلی کشور هست و طبیعتاً در ارتباط با مسئولیت‌هایی که داخل هیئت مدیره، هیئت رئیسه به عنوان شغل تلقی میشه، حتما هم قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید اجرا بشه و طبیعتاً حالا افرادی هستن در داخل هیئت رئیسه که سمت‌هاشون حالت چیز نداره، حالت شغل نداره، شغل رسمی نداره، ولی در مورد رؤسای فدراسیون، رؤسا چون شغل هستن طبیعتاً بر اساس قوانین موجود در کشور ما اینا نمیتونن بازنشسته باشن. پرونده ویلموتس تو کس الان خب میدونید این کمیته تعیین وضعیت این حکم اولیه رو صادر کرده. ما وقتی که بررسی کردیم دیدیم که با کمک وکلای مختلف دیدیم که تو مرحله بررسی این پرونده در کمیته تعیین وضعیت فیفا متاسفانه در لایحه دفاعیه که تهیه شده بسیاری از مستندات اونجا نیامده و این حکم خب بر اساس محتوای پرونده صادر شده که به واسطه اینکه به هر حال حکم سنگین و غیر عادلانه ای بود از دید هم ما هم همه وکلایی که تو عرصه حقوق بین الملل دارن کار میکنن، معتقد بودن که این حکم خیلی حکم سنگین و ناعادلانه ای هست. بنابراین ما خواهش کردیم که تیم حقوقی حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تیم حقوقی حوزه معاونت حقوقی وزارت امور خارجه و همچنین دفتر خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری بیان و کمک بکنن تو این داستان به عنوان مشاورین قضیه. خب فدراسیون فوتبال هم یه تیم حقوقی خاصی رو به کار گرفت، مرکب از 3-4 نفر از وکلایی که تو عرصه حقوق ورزشی کار کرده بودن. مجموعه همکاران مطلع و صاحب نظر در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دفتر خدمات حقوق بین‌المللی ریاست جمهوری و همچنین تو برخی از موارد حوزه معاونت حقوقی وزارت امور خارجه هم کمک کردن به عنوان مشاوره تو حداقل 10 جلسه که لایحه دفاعیه متناسب با واقعیت و حق و حقوقی که ما داریم و محتوای پرونده. یه وکیل خارجی اینجا به کار گرفته شد که اونم تو بخش حقوق ورزشی از افراد صاحب نام و صاحب نظر هست. از دو مشاور حقوقی خارجی هم دو تا نظریه حقوقی گرفته شد که
اونام در جهت اثبات در حقیقت نقطه نظرات حقوقی و دفاع از پرونده گزارشاتی رو دادن و نقطه نظرات مکتوبی رو ارائه دادن که این حکم عادلانه نبوده و به امید خدا الان با توجه به اینکه آخرین فرصت ما امشب بوده، امشب که حالا دارم میگم امروز که روز چهارشنبه هست، این لایحه دفاعیه به کس داده خواهد شد. طبق برنامه‌ای که هست تو کس حدود اینو بلافاصله منتقل میکنن به آقای ویلموتس و وکلاشون، اونام طبیعتاً بین یک ماه تا 40 روز فرصت دارن که اونام دفاعیشون رو بدن و بعد دیگه کس مشخص میکنه که جلسه هیرینگ، جلسه حضوری که خواهد بود. یعنی اونام فکر میکنم یه بین یک ماه تا دو ماه بررسی میکنن بعد از اینکه اونا دفاعیشون رو دادن و بعد جلسه هیرینگ رو مشخص میکنن که این هیرینگ هم با نظر سه تا داور انجام میشه برخلاف PSD کمیته تعیین وضعیت فیفا. تو جلسه هیرینگ یک داور از طرف ایران هست، یک داور از طرف اونور هست، یک داورم داور کس خواهد بود که اون سه نفر نهایتاً بررسی آخر رو میکنن. مجموعه وکلای مطلع و صاحب نظری که تو این مدت یکی دو ماه، سه ماه در حقیقت، دو سه ماه به این پرونده کار کردن، کمک کردن، نظر دادن، خیلی امیدوار هستن که این حکم انشالله بشکن. راجب شستا هم یه توضیح میدین؟ اولا که اصلا وزیر سمت دخالت نداشت. زمانی که ببینید بایستی که این پول پرداخت میشد به آقای ویلموتس، مکاتبات خیلی زیادی رو فدراسیون فوتبال با فیفا انجام داده بود که آقا از محل موجودی ما مثل گذشته که پرداخت میکردی این دستمزد ایشون رو پرداخت میکنه. اونا اعلام میکنن به دلیل اعمال تحریم های چند تا تحریم جدیدی که الان انجام شده هیچ بانکی حاضر نیست که این پول رو جابجا بکنه برای به مقصد ایران یا با دستور ایران یا مرتبط با ایران. خب آقای رئیس فدراسیون وقت اومدن و گفتن که آقا ما الان داره زمان پرداخت تعهدمون فرا میرسه، ما به هر حال بعد واسمون که بگیم آقا جمهوری اسلامی ایران توانه دنیا مطرح میشه، فردا ایشون میگه من پول نگرفتم میذاری میره تو دنیا مطرح میشه، آبروی حیثیت کشور میره، جزام میره که ما 2 میلیون دلار مثلا نتونستیم فراهم بکنیم، 1.5 میلیون دلار نتونستیم فراهم بکنیم. خب ایشون خودش رفته بود پیگیری کرده بود از چند تا مجموعه صنعتی، اومدن گفتن که آقا ما مثلا چند روز مونده که این کار رو بایستی که انجام بدیم و تعهدمون به ایشون انجام بشه و این خوب نیست برای نظام. منم قبول دارم، من خودم دارم میگم من کمک کردم به این قضیه، البته همه کارهایی که انجام شده همش مجاری قانونیشو طی کرده. ما رفتیم از آقای شریعت‌مدار وزیر تعاون کار و رفاه که به هر حال ایشون هم از نیروهای قدیمی علاقمند هست و ایشون مطرح موضوع کردیم، گفتیم بابا ما این پول رو داریم، اینم اسناد و مدارکش که این پول هست، قرض می‌خوایم که این قرض رو بایستی که الان این قرض اگر از طریق یکی از شرکت‌ها داده بشه ما بالاخره پیگیری می‌کنیم از طریق فیفا می‌گیریم یا اینکه ریالی میدیم به شما. ایشون گفتن که اب نداره، من حاضرم که کمک بکنم ولی حتما من مجوز یه مرجع قانونی زیربط رو که مرتبط با تحریم‌ها هست می‌خوام. ستادی هست این مجموعه شورای عالی امنیت ملی. میدونید که شورای عالی امنیت ملی همه مسبباتش به تایید مقام معظم رهبری میرسه تا اجرایی میشه. این تشکیل این ستاد هم با نظر ایشون بوده برای مواردی که لازم هست یه اتفاقاتی بیفته، یه هماهنگی بین دستگاه انجام میگیره برای مقابله با تحریم و دور زدن تحریم و حل مشکلاتی کشور. آقای شریعت‌مدار گفتن که این مسببه باید گرفته بشه، اگر اینجا تصویب شد من حتما این سعی میکنم که این پول رو قرض بدم به شرطی که مثلا ظرف 4 ماه و 6 ماه من بدم. اعضای این ستاد کیا هستن؟ اینم خوبه بدونید. رئیس این ستاد معاون اول رئیس جمهوره، معاون اول قوه قضاییه آقای محسن اجایی هم عضو این شوراست و تایید کننده همه این مسببات. تو جلسه هم ایشون تشریف داشتن. چند تا وزرا هستن، مسئولین مختلف بخش‌های نهادهای نظارتی ما هستن که حالا اسم میبرم، اونجا تو همون شورا عضو هستن، مسئولین امنیتی و اقتصادی هستن و این موارد. این موضوع استقراض 2 میلیون یورویی
شرکت شستا یا همون پتروشیمی از طریق پتروشیمی فناوران به تصویب ستاد مقابله با بحران شورای عالی امنیت ملی رسید و بانک مرکزی هم تایید کرد، ضمن اینکه اونجا تایید کرد همه اعضا هم از جمله معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه، یه سری مسئولین بخش‌های اقتصادی وزارتخونه‌های اطلاعاتی همه اونجا هستن، تمام تایید کردن این مصوبه شد دیگه، مصوبه اون ستاد شد. بنابراین همه مراحل قانونی این استقراض کاملا قانونی انجام شد، رفت جلو، این پول پرداخت شد، یه چکی هم داده شد. خب خود این مصوبه که تو اون دک شده که این مبلغ بایستی که نهایتاً در فلان تاریخ از محل منابع فدراسیون فوتبال با ضمانت وزارت ورزش باز پرداخت بشه. خب این پول عقد شد، رفت توی بانکی در ترکیه که اونجا از اون پول دستمزد ایشون و دستمزد در حقیقت دستیارانشون پرداخت بشه. خب چون مبدأش باز به نوعی مرتبط با ایران بود، بر اساس آخرین اطلاعاتی هم که ما داریم هنوز بخش عمده‌ای از پول تو اون حساب هست، چون نتونسته برداشت بکنه. شد 31-1 نشد بپردازیم، یعنی باز پرداخت نشد. خب اونام رفتن پیگیری کردن، ما تقاضا کردیم یه مقداری بهمون استمهال بدن، چون همه مکاتبات رو تا یه گزارشی فرستادیم، گفتیم بالاخره تحریمه، این نیست که چیز بکنید. علت اینکه این تعهد انجام نشده استمرار تحریم ها هستش که انجام نشده. بنابراین موضوعی نیست که در اراده فدراسیون باشه، خارج از اداره ماست. ما در اون زمان که رفتیم این کارو کردیم به خاطر حفظ آبروی نظام این کارو کردیم. از اون زمان به بعد دوستان خواستن که به هر حال یه جوری تعیین تکلیف بشه که حالا به صورت موقت فعلا مبلغ 21 میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال، اعتباراتی که توی این مدت دریافت کرده بود از جای مختلف، خب خود ما هم هر ساله یه بودجه رو به فدراسیون میدیم، تا الان در 5 قسط مبلغ 21 میلیارد تومان ما پرداختیم که ما فکر میکنیم اگر بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه بشه ما الان بیش از 50% این پول رو دادیم، چون ما یه زمانهای اقساط رو پرداختیم که مثلا یورو 15 تومان 16 تومان 14 تومان اینا بود، چون در طول یک سال دادیم. یورو الان شده بوده 30 تومن. به نرخ نیما که اصلا حساب بکنی در یه زمانهای ما 2-3 قسطی که دادیم اونا دارن هر زمانی که پرداخت شده به نرخ نیما محاسبه کردن. به نرخ نیمای روز هم محاسبه بکنید تا الان فدراسیون فوتبال بیش از 51-52% اگر اشتباه نکنم از این بدهی رو پرداخت کرده. ببینید داستان حق پخش، خب یه داستان در قید یه چالش 40 ساله است. ما اینجا خب یه بررسی کردیم، دیدیم در خلال 10-15 سال گذشته مسئولین مختلف ورزشی، چه تو وزارت ورزش، چه سازمان تربیت بدنی سابق، چه فدراسیون فوتبال، گاهی مواقع اومدن خلاصه درگیر شدن، جلوی ورود دوربین های صدا و سیما رو به ورزشگاه گرفتن، بعد خلاصه مسئولین بالادستی کشور، مسئولین بالای کشور، وزرای کشور، نمیدونم رؤسای جمهور در گذشته ها اومدن و صد دخالت کردن که صلح و صفا بدن، چون به هر حال اینکه بازی فوتبال برای مردم با توجه به جذابیتش هواداره مختلف پخش بشه مهم هستش. سال 1395 بردیمش توی برنامه 5 ساله 6 ماه، یه بند داریم اونجا که به هر حال صدا و سیما ملزمه که حق پخش تلویزیونی رو پرداخت کنه. خب از اون به بعد 2-3 سال اصلا توجه نکردن، تو قانون بودجه نیومد. امسال تو قانون بودجه اومد، تو قانون بودجه 99 اومد. تا الان 1 ریال صدا و سیما هنوز به این حساب پرداخت نکرده و در هر صورت از ما نهادهای نظارتی گزارش خواستن، مجلس هم گزارش خواست، ما اعلام کردیم که صدا و سیما به قانون عمل نکرده، حالا دیگه به هر حال بر اساس قانون اجرا میشه. امسال هم دنبال این بودن دوستان که یه جوری تغییرش بدن، خوشبختانه هم در دولت هیچ تغییری انجام نشد، تا الان هم که کمیسیون تلفیق تغییری نداده همون هست، انشاءالله تو صحنمون میشه. فوقش صدا و سیما امسال که این قانون اجرا نکرد و تمکین نکرد نسبت به اجرای این حکم قانون،
و امیدوار هستیم که به هر حال هر جوری که لازم هست نهادهای نظارتی پیگیری لازم رو انجام بدن. در هر صورت این یه حقیه که متعلق به ورزشه، تنها فوتبال هم نیست، همه ورزش‌ها هست و بایستی که مثل همه کشورها در قالب سازوکاری که وجود داره این حق حقوق پرداخت بشه.